لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك باز هم خوش آمدید بیننده های گرامی در بخش اخیر برنامه قرار داریم و در حضور استاد عطاالحق انس استاد دانشگاه هستیم و موضوع برنامه ما هم است افزایش اسلام حراسی در غرب. استاد خیلی خوش آمدید. شما سلامت باشید. استاد از جا آغاز میکنیم که میشه اول برای بیننده های عزیز ما بگوین که اسلام حراسی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من و الله و بعد. خدمت شما و همه همکاران عزیز و گرامی شما و بینندگان گران ارج برنامه خوب شما عرض سلام و ارادت دارم. سعادت دارم که در یک برنامه بسیار مهم که با قضایای بسیار مهم امت اسلامی ما در این موقعیت اساس سیاسی میپردازه حضور دارم. در مورد اسلام حراسی که به زبان انگلیسی به او اسلام فوبیا میگن ما تعریف واحدی نداریم، اما یک تعریفی که تعداد زیادی از محققین پیرامون وضعیت سرزمین های اسلامی به او پرداختن گفتن که به اقدامات عقدمندانه غرب گفته میشه که باعث ارائه یک ترس وحشت و یک چهره خشن که گویا با او تعامل صورت نگیره و جدا از سایر ادیان باشه و در جمع عقاید و دلوجوهای دنیا که دیره به مسالمت زندگی مسالمت آمیز دعوت میکنن کنار نیایه گفته میشه. در مورد اسلام حراسی گفته میشه که ما دو تا تاریخ کلان برای این داریم. یک تاریخ این که از زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آغاز می شود، از طلوع آفتاب اسلام به این طرف ما می بینیم که یک موجی از اسلام ستیزی و رسالت ستیزی آغاز می شود. همین که در برابر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ایستاده می شوند و القاب زشت و نسبت های ناروایی را به پیامبر گرامی اسلام روا می دارند و او را ساحر و کاهن و به اصطلاح کسی که گویا با ادیان ما قبل سر سازگاری نداره معرفی میکنن و توأم دین را خشونت و خشم میخوانن، این آغاز میشه. بعدن تبلیغاتی که در مکه آغاز میشه و در حول حوش مکه آغاز میشه و تلاش هایی که سیادین قریش و مشرکین زمان انجام میتن و سفیری که به حبشه میفرستن بر از پادشاه حبشه میخوان چری اسلام را مخشوش و گردآلود نشان بدن و اسلام را به عنوان یک خطر در عرصه رابط بین المللی که در او زمان رابط بین کشورها به سطح ابتدایش بوده معرفی بکنن، در او زمان میبینیم آغاز میشه. اما جدیتر علما میگن بعضی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط میکنه و از زمانی که در مسلمان ها روح بیداری به اصطلاح بعد از سید جمال افغان و شخصیت های مثل مبدو و امام حسن بنا و سید قطب و کواکبی و شخصیت های دیگه به نحوی آغاز میشه، بعد میبینن که با اسلام به شکل فیزیکی و نظامی و تسلیحاتی نمیشه جنگید. طبیعی که ایشور و شعف و ایمان و انقلاب و مثلا اسلام به عنوان یک دین پویا توانایی انگیزه دهی مقاومت و جنگ در برابر دشمن را داره و همواره متجاوزین نظامی را از پا در آورده و شکست داده. پس گفتن
این باعث پیش می شد که از یک طرف و طرف دیگه در کشورهای غربی یک نوع گرایش به طرف اسلام و موج اسلام خواهی آغاز شده بود. چون مسیحیت تحریف شده توانایی رهبری مردم را نداشت و مثلا توانایی پاسخگویی سوالاتی که غربی ها داشتن ایره در کل نداشت، اینا به طرف اسلام رجوع میکردن و اسلام را من حیث یک دین الهی و جهانی میشناختن و وقتی مطالعه میکردن خیلی از سوالاتشون پاسخ میافت و یک نوع سرصداهای بلند شد که آینده غرب از اسلام است و به دامن آغوش اسلام سقوط خواهند کرد. بعد راه های جستجو شد. یکی از این راه ها استفاده از همی ابزار اسلام ستیزی بود که در شکل های مختلف بعدها شکل گرفت. از او جمله میشه تلاش های مستشرقین محسوب کرد. مستشرقین یا خاورشناس ها یا کسایی که در بحث خاور یا شرق شناسی مطالعات میکنن، اینها زیاد تلاش کردند که در چند چیز تحریفات و شبهات بسیار کلان بنیادی را وارد بکنن تا اگر توانسته باشن هم در میان کشورهای اسلامی و هم در میان غربی ها حداقل یک شک و تردیدی را بیارن که تا مردم فاصله بتن فاصله ایجاد کنن میان مردم و اسلام. از اون جمله مثلا در زبان عربی شک و تردید ایجاد کردن، خواستن زیر سوال ببرن زبان را. بعدش در مورد تاریخ اسلام زیاد تلاش کردن، گویا تاریخ اسلام یک تاریخ خونین است، اما برگ‌های سیاه و سرخ است و برگ‌های سبز و برگ‌های سفید و به اصطلاح پاک نداره و این تاریخ تاریخ خون آلود است، بوی خشم و بارود و خون از این تاریخ میآید. بعضی جنگ ها و به اصطلاح در تاریخ مشکلاتی که آمده بود تو انلارج کردن، بزرگ کردن و به می شکل اینا را. مثلا دوم در سیرت پیامبر گرامی اسلام رسالت رسول اکرم علیه السلام آغاز کردن که مشخصا در حوزه سیرت زیاد کار کردن، تعداد زوجات پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ایره به عنوان یک حرکت کامجویی گویا از زنان دو روزگار مطرح کردن و خواستن پیامبر اسلام را یک شخصیت زنباره علیه بالله معرفی بکنن که کردن تا جایی. بعد از تعداد زوجات پیغمبر علیه السلام غزوات پیامبر یا نبردها و جنگ هایی که بر پیامبر تحمیل شده بود و دیگرهای جنگ را عقبش استاد بودند و به نحو استقامت می دادن و جنگ های پیامبر که از جنس جنگ های تدافعی های بخش بوده، این به جنگ های هجومی تعبیر کردن و گفتن که در جنگ ها چنین شده و حتی چیزهایی را مطرح کردن که در دایت المعارف یهود هم وجود نداشت، مثل سوختاندن خانه های بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر و بالاخره گویا شدت اسلام با ادیان ما قبل الهی که یهودیت و مسیحیت بوده با اینا مطرح کردن. خب این باعث شد که چهره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مغشوش معرفی شود، غبارآلود معرفی شود و غربی ها نتوانن فرق بگذارن و اتفاقا از طرف دکتورین و مغزهای متفکر در اتاقای فکر غرب این حرکت اورانتالیزم یا استشراق آغاز می شد و شکل می گرفت. اینها را ما در او روزگار داشتیم. در بعدش هم افلامی ساخته شد، بعد آمد مثلا در سینما باستاب پیدا کرد، چهره سینمایی به خود گرفت اسلام حراسی. فیلم ها و سریال های ساخته شد که در اونجا از چهره مسلمان که داشتن ریش و عبا و قبای یونیفرم اسلامی باشه به یک تعبیر، به خصوص با سبک عربیش، این را به نحو چنان باستاب دادن که در سریال ها در فیلم ها خشم بود، خشونه بود، خون ریختاندن بود، دعوت مردم به سوی نسل کشی بود اینها و این را چنان وانمود کردن که گویا ما رسالتی که از پیامبر به تصویر میکشیم و داریم و تاریخ اسلام پر از می ماجراهاست که اینگونه در سینماهای هالیوود و بالیوود اینا به نحو باستاب پیدا میکرد. بعدها در اخبار جاها، هر جایی که در سرزمین های اسلامی یک مسلمانی بنابر اشتباهی و بنابر مسائل عرفی و فرهنگی و رسم و عنانات آداب اجتماعی خودش مشکلی را مرتکب میشد، گناهی را مرتکب میشد، مشکلی رو برو میشد، بازی اینا باستابه که گویامی عمل ازی الهام گرفته و انگیزه گرفته از دین است. از طرف دیگه باز بعدها در این حال
شبیه سازی جریان های اسلامی صورت گرفت. بعد از جریان ها قصدن ساخته شدن زیر نام اسلام. این جریان ها در سرزمین های اسلامی درگیری با مسلمان ها شده، آمدن مثلا ترور کردن، بستن، زدن، تبعید کردن و خون ریختاندن و جنایاتی را مرتکب شدن که حتی روی تاریخ را مثلا جنگ های بسیار کلانی که جنگ های مذهبی 30 سال اروپا هم بوده و را سفید کردن و برای مردم فهماندن که بالاخره دین امین. اینا از جمله مواردی است که جاهای زیاد مثلا چاپ آثار کتاب بود، کنفرانس ها بود، در سطح روابط به ملل اینا به نوع چهره های اسلام ستیز آمدن مدرک کردن. امین روزا هم که ما با شما داریم صحبت میکنیم، بعضی اشتباهاتی که مسلمان ها میکنن بعد از جریان ها که در عراق بودن، در شام و سوریه و جا بودن و در این وقت ها در افغانستان هم سرصداشان داره کم کم بلند میشه، مشخصا اینا به نوع چنان تصاویر اینها را گرفت که مثلا انسانی را ذبح میکنن، مثلا در پیشوری فرزندهایش و بدون محکمه، بدون بالاخره داشتن وکیل مدافع، بدون اصدار حکم، بدون جمع‌آوری اسناد و مدارک جرمی. اینا بالاخره گفتن که خب این دینی که با هیچ کس سر سازگاری نداره، با دنیای غرب زبان گفتگو گفتمان که نداره و نداره، بگذار که دیالوگ نمیکنه و حرف برای گفتن نداره، فقط جنگ میکنن. حتی در صد داخلی شما ببینید که اینا با هم درگیر هستن، اینا هرچی میکشن مسلمان میکشن. بعد این باعث شد اول تاثیرات ناگواری هم داشته، از او که روز صحبت خواهیم کرد. حتی در کشور ما هم تا یکی دو ماه قبل هم که شما توجه داشته باشین، رسانه هایی بودن که مثلا سریال های را نشر میکردن که دو آدم به نحوی پیدا میکرد. ظاهرا مردم ما فکر میکرد که سریال ها به نحوی آمده یک گذشته عثمانی ها را به تصویر میکشه، اما شما او سریال را میبینید در اونجا خیلی از موارد اسلام ستیزی بسیار به شکل ماهرانه جا و جا شده. شما اگر به او سریال گاهی توجه کرده باشین میبینین که در او فقط اسب است و شمشیر است و جنگیدن و شکنجه های بسیار طاقت فرسا. خب این ای چیزی که از ما نشان میده چیست؟ درست است که ما جنگ را به عنوان یک مسئله مورد آرزی میپذیریم. اصل در اسلام جنگ نیست، اصل صلح است، اصل گفتگوز، مذاکره است، تفاهم است. اما مسئله جنگ یک مسئله آرزی است، یک مسئله فروعی است و احسن لغیره است. ممنون استاد. نارا میشه که ما استاد نقش اسلام حراسی را میشه که در افزایش گرایش به اسلام در غرب خصوصا اروپا و آمریکا بوین. ببینید در غرب ما باید وقتی غرب میگیم منظور ما یک جغرافیا نیست، وقتی غرب میگیم منظور ما انسانهای شریف و نیک و ملتهای متمدن و در این حال ملتهای فهیم و متمدن غرب نیست، با همه نقدهایی که برو طرف داریم. ما وقتی غرب میگیم آماج عملی ما بر یک ایدئولوژی است، بر یک ایدئولوژی که هم بر غربی ها متاسفانه نامبارک است و هم ما را به این حالت روز انداخته که عوامل داخلی خود ما را قبول میکنیم که حالا همه این موضوعات به دوش از اونا نه اندازیم. ما وقتی غربی ها را امروز در غرب همه گی اهل مطالعه است و در غرب امروز تکنولوژی حرف اول میزنن، مدیریت حرف اول میزنن، او مردم دیگه کمتر باورمند به این هستن که بیان فقط از مستشرقین بخوانن. طبیعی است که اونا به منابع اصلی امو ادیان و ایدئولوژی ها میرن و این را مطالعه میکنن. ما فکر میکنیم که اسلام این کمال را داشته و به حمدالله که هنوز هم داره الحمدلله جذابیت را که ملت ها را بکشانه به طرف خیر و سعادت. اما در کرلای متعال رسالت دین را میگه که الله ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور. به شکل این ظرفیت و این پتانسیل هنوز الحمدلله در اسلام هست و خواهد بود. وقتی اونا مطالعه میکنن میبینن که مثلا قناعت فکریشان حاصل میشه، اسلام خیلی از سوالات پیچیده اونها را پاسخ میگه و یک نوع آرامش و سکون درونی رو برشان میده و برشان زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و نوی تعامل با دنیا رو اینا رو برشان توضیح میده. بنابراین طبیعی است که گرایش در سطح شخصیت ها و چهره های تاثیرگذار و اکادمیک در غرب خیلی بلند است، از این جهت گرایش زیاد بوده. اما اسلام حراسی در بین عام توده ها که شعور سیاسی کافی ندارن و
توانایی تحلیل، تجزیه و هضم وضعیت پیچیده استخباراتی سیاسی کشورشان، منطقه و جهان را ندارن، فوق العاده تاثیرگذار است. ما با دعوتگران عزیزی که در اونجا هستن، بخصوص در کشور فرانسه و دانمارک، اونجا وقتی صحبت میکنیم، اونا میگن که متاسفانه آنقدر تاثیر منفی گذاشته که نسبت به سالهای قبل گرایش به طرف اسلام کم شده. علتش هم این بوده که تصاویری که خود مسلمان ها از اسلام، جریان های اسلامی، خود مسلمان ها که مقصر اصلی هم هستن، یعنی خود اینها هستن که به تبر اسلام ستیزان و رونتریستا و دشمنان ما به اصطلاح به قول عام مردم ما دست میدن و اینا هستن که با او ابزار میان و بر تشه بر ریشی ما میزنن و بین استاد. حالا راه های مقابله با اسلام هراسی چی است؟ مسلمانان چی کار کنن؟ مسلمان ها اولین کاری که باید بکنیم ایست که فهم موروثی و برداشت موروثی و عقیده که برشان میراث مانده ازی بگذرن، ای عقیده را و ای باور شعوری بسازن، مکتبی بسازن، آگاهانه اسلام را مطالعه بکنن و ایمان بیارن و زندگی بکنن. ای یک طرف است. دومی که مسلمان ها متوجه باشن که هر یکشان که در جاده های شرق و غرب را می روند، متوجه قدم هایی که می گذارند در تمامی بخش های تعاملات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگیشان باشند. هر مسلمان حمل کننده یک تاریخ 1500 ساله است. حمل کننده یک رسالت الهی است. پیامبر الهی است. و توجه بکنه که آبروی یک امت را در دست دارد. شیشه ناموس ای امت را با آغوش دارد. خیلی با احتیاط قدم برداره و متوجه باشه که با خطایی که این میکنه، با لغزش یک مسلمان در عصر امروز که اصلا تکنولوژی و انفجار معلومات و اصلا انترنت و نور و چی و چیست جهانی شدن، در این عصر یک لغزش یک مسلمان، باز بخوز مسلمانی که آگاهی داشته باشد، اقل مطرح باشد و یا جریان رهبری بکنه، لغزش از این لغزش یک امت است و افتادن ازی افتادن یک امت است. بنان خیلی مواظب رفتار و تعامل و گفتگوها و عملکردهای ما باشیم که دشمن از هر لحظیش داره تاثیر برمی‌داره. اختلافات درونی هم میتونه که کاملا، من پیشتر عرض کردم که تماما نابسامانی های داخلی از جنگ داخلی میان مسلمان ها از نفاق، از تعصب، نشنالیسم که دنیا شما در بیرون وقتی ما میگیم که اسلام دین جهانی است، اسلام همه زبان ها رو حرمت میگذاره، همه تمدن ها رو حرمت میگذاره، اسلام دشمن تمدن مدنیت نیست، اسلام دین مداراست، دین تسامح است، دین تساهل است، دین گفتگو است، دین آشتی پذیری است. وقتی اینا رو ما مطرح میکنیم، اسلام دین برتری جویی نیست، در اسلام قومی برتر نیست، زبان برتر نیست، گروهی برتر نیست، ملاک و معیار برتری هایی که اسلام و غرب کاملا با هم تفاوت میکنه، اسلام ملاک و معیار برتری همه انسان ها را تقوا و پرهیزگاری میدونه. خب تبعیض که تصویر میاره، شما ببینید بین خود یه مشکل دارن، هنوز حل نکردن. هنوز شما عرب و عجم هستین، هنوز شما شرقی و غربی هستین، هنوز شما به قبایل کوچک کوچک تقسیم شدین، به جزیره های مختلف تقسیم شدین و هنوز سر و کله میزنین. در شما در قد توزیع قدرت و توزیع ثروت و توزیع منابع چنان کرده نمیتوانین که یک کشور بسیار ساده غربی میکنن. حالا شما اون چی که میگین این در حد یک شعار است که باقی مانده، اما در عمل وضعیت شما بدتر از وضعیت ضعیفترین کشور است که در غرب با یک ایدئولوژی منحط زندگی میکنن. بله استاد، به عنوان آخرین سوال، فعالیت های مسلمانان در امر مبارزه علیه اسلام حراسی، خصوصا کشورهایی که نسبتاً آرام هستند، پیشرفته هستند، مثل ترکیه و اینا فعالیت میکنن، و همچنان سازمان های اسلامی، چگونه بوده فعالیت هایشان؟ و همچنان اگر برای ما در اخیر باز در مورد آینده جهان اسلام هم بگوین، خیلی کوتاه مگر وقت با کم. باورم ایست که الحمدلله جریان های اسلامی در کشورهای اسلامی از قبل شکل گرفتن. الله تمام جریان هایی که برای ساختن دوباره سرزمین های اسلامی و برای احیای مجد و عظمت امت کار میکنن، الحمدلله فعال شدن، کار میکنن با همه اختلافات سلیقه‌ای که بین هم دارن، ولی الحمدلله در یک چهارراه بزرگی به نام اسلام جمع میشن و هر کدامشون یک خشت افتادی را بر این دیوار
فرو رفته افتادی اسلام میگذارند، نقش خودشان دارند و الحمدلله غنیمت از رسانه هایی که امروز الحمدلله مثل شبکه شما و سایر شبکه های در کشورهای اسلامی است برای دادن تصویر درست و حقیقی و فهم مسیر اسلامی، الحمدلله غنیمت از دانشگاهی که در این مورد ساخته شده. کشورها هم نقششان داشتند، اما این کافی نیست در برابر تهاجمی که موج اسلام حراسی آفریده. ما باور میست که انشاءالله ما به طرف خوب در شدن میریم، این مشکلات انشاءالله حل میشه و ما این داره روشن میبینیم انشاءالله، و روشن بودن، روشن تر شدن آینده ما بستگی به کار بیشتر ما و تکاپوی بیشتر ما و زحمت ما برای اسلام است انشاءالله. این روزهای که خبرهای خوب نداریم انشاءالله زود است که خبرها و خبرهای خوش و مژده تبدیل شد، اما انشاءالله شاهد یک امت سربلند در دنیای من باشیم. بله استاد اطاولق هنس، استاد دانشگاه، خیلی ممنون استاد که برامون فرصت دادین و در برنامه ما اومدین، تشکر از شما. خب بیننده های گرامی، بو برنامه اسلامی نرای که تقدیم میتون شد، تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، الله نگهدارتان.